درود بر بینندگان و شنوندگان گرامی برنامه زرتشت. آرتمیس اهورا هستم و این برنامه کاری از جنبش نوزایی ایران یا رنسانس ایرانی و به همه اون چیزهایی میپردازه که به حوزه فرهنگ و تمدن ایران بزرگ یا ایران شهر مربوط میشه و در سلسله برنامه هایی که در برنامه زرتشت داشتیم به جستارهای گوناگونی پرداختیم. امروز میخوایم درباره اهمیت تغییر نامها از نامهای غیر ایرانی به ایرانی گفتگو کنیم، همراه با خانم دکتر الیکا بقایی که همیشه با من در گفتگوهای بسیار جالبی بودند. خیلی خوش آمدید خانم دکتر، یک خوش آمدی داشته باشید تا وارد جستار امروز بشید. سپاس آرتمیس عزیز و مهربون، منم خیلی خیلی خوشحالم که میتونم در کنار شما بزرگوار فریخته یک برنامه دیگر رو در خدمت دوستان باشیم. سپاسگزارم. قبل از اینکه من برنامه رو آغاز بکنم، نخست میخواستم به همه هممیهنان درون و بیرون کشور در گذشت سهراب اخوان، یکی از نخستین یاران جنبش رنسانس ایرانی که از گام‌های آغازین با ما بودن و بسیاری از برنامه‌های ما رو میزبانی یا هاست کردن و بسیار بسیار مسلط و زیبا برنامه‌ها رو برای ما اجرا می‌کردن، یک تسلیتی گفته باشم. خیلی در گذشته ایشون در واقع جای خالی بزرگی ایجاد کرد در جامعه فرهنگی و هنری، به خصوص که ایشون در پیش از انقلاب بسیار بسیار فیلم‌ها و سریال‌های درخشانی داشتن، برنامه‌های خوبی ازشون دیدیم و به خصوص در پس از انقلاب و این چند سال آخر که متأسفانه گرفتار بیماری سرطان بودن و ما در چند سال اخیر هر موقع ایشون رو می‌دیدیم با همه بیماری، با همه درد و ناراحتی که داشتن، همیشه در جنبش رنسانس با ما همراهی کردن در برنامه‌های گوناگون، در کنفرانس‌ها و نشست‌های گوناگون جنبش رنسانس در کالیفرنیا با ما شرکت کردن و به خصوص که من ازشون یادم میاد که یک رمانی رو در دست نوشتن داشتن، مطمئن نیستم که تموم شده یا نه. بارها هنگامی که نشستیم و باهاشون صحبت میکردیم به شاهین نژاد میگفتن که من این رمان رو دارم الهامی میگیرم از زندگی تو و مینویسم و من دیگه خبر ندارم که آیا این رمان رو تونستم به پایان برسونم و آیا در دست یعنی آماده انتشار قرار گرفت یا نه، ولی امیدوارم که روان ایشون شاد و آمرزیده باشه و فروهرشون فروزان و جاودان بمونه. یکی از میهن پرستترین، یکی از باسوادترین، دلسوزترین و برنامه ساز بسیار بسیار ماهر و خوبی رو از دست دادیم و جاشون خالی است. خب من اینو لازم میدونستم بگم برای اینکه ما برنامه‌های زیادی رو با ایشون داشتیم و دلم میخواست که در این باره به همه هممیهنان هم آگاهی رسانی دوباره کرده باشم. خب خانم دکتر بقایی، ما میدونیم که نام در بسیاری از کشورهای جهان بسیار اهمیت داره و گزینش نام برای بچه‌ها یکی از کارهایی است که در چندین و چند ماه پیش از به دنیا آمدن بچه معمولاً آغاز میشه و خانواده ها میشینن دوره هم و نام های خوبی رو معمولا پیشنهاد میدن به مادر و پدر آینده و خب خیلی هم اهمیت داره که ما چه نامی رو برای فرزندمون داریم برمیگزینیم. خود شما به عنوان یک مادری که یک نوباوه در واقع دارین و نام بسیار بسیار زیبایی هم براش برگزیدین، دوست دارم که نخست یک مقدمه، یک جستار کوتاهی داشته باشیم در مورد اینکه به نظر شما کلن فرایند نامگزینی چگونه است در ایران و چه اهمیتی داره کلن برای ایران زمین، برای بچه های ایران در شرط کنونی و خصوص. خب آرتمیس جون، سپاس از محبتتون. خب من اگر بخوام در مورد نامگذاری ها صحبت بکنم، باید به دو دوره تاریخی اشاره بکنم. یعنی یک دوره‌ای که نام ها بر اساس آمیخته با اسطوره بودن، یعنی ما باور داشتیم در یک دوره‌ای که این نام ها میتونن قدرت هایی رو
برای اون کسی که اون رو در بر داره داشته باشه. میتونه اون شخص باشه، میتونه اون مکان باشه، میتونه اون یک شی باشه. به هر حال نام ها در واقع مثل یک جادو، حالا جادوی خوب در واقع تاثیرگذار بودن. وقتی که ما نام های رو مثلا میبینیم که در یک دوره میاد و بر اساس، خب امروز شاید اونها رو خیلی دوست ندارن که گفته بشه، به خاطر اینکه نام آمیخته با نام حیوانات در بر اساس فکر امروزی ما خیلی پسندیده نیست، ولی در یک دورانی که حیوانات ارزشمندترین دارایی انسان ها بودن، بخشی از زندگی اونها بودن، این نام ها در برگیرنده قدرت هایی بودن که اون حیوانات در اسطوره ها، در باورها به اون فرد میتونستن منتقل بکنن. برای نمونه مثل گشتاسپ ما میتونیم بگیم و خیلی نام های دیگه. حتی گاهی اوقات در یک تفسیر از نام زرتشت، خب ما بیشتر دوست داریم بگیم که ستاره زرین، و خب من بنابر عقاید دیگر این را ستاره زرین رو بیشتر میپسندم، ولی برخی بر این باور هستن که شاید این شطر زرین بوده و این بعید نیستش. برای چی؟ برای اینکه در اون دوران ما میدیدیم که با اون عنصر مهم زندگی نام‌ها رو می‌آمیختن. ما علاوه بر این می‌بینیم که نام‌هایی رو به مکان‌ها می‌دادن، نام‌هایی که برگرفته از هویت فرهنگی انسان‌هایی بوده که در اون زندگی می‌کردن. گاهی اوقات نام اونها به قومی که به اونجا وارد شده یا در اون رو زندگی کرده یا اونجا رو در واقع گرفته از مردم بومی بر این اساس گذاشته می شد و برخی اوقات نام خدایان اون منطقه رو به اون می دادن. در خیلی از موارد شغل‌هایی رو که اون مردم به اون می پرداختن در یک دوره بر یک مکانی می زاشتن و هیچ چیزی خارج از اون هویت فرهنگی افراد نمیتونست موجب نامگذاری بشه. در واقع اون کلامی که شما با اون یک مکان رو مینامید، یک فرد رو مینامید، مقدس بودش و انقدر مقدس بودش که نباید با عنصرهای بیگانه‌ای آمیخته میشد تا و در واقع به سادگی از کنار اون در واقع بگذرن. خیلی این اوقات میبینیم که حتی یک نام رو به دو شهر در دو منطقه مختلف، حتی شمال جنوب، شرق و غرب میدادن و براشون مهم نبود. حالا میتونه در اثر مهاجرت یک قوم از یک جا به یک جای دیگه باشه، میتونه بر اساس حرفه‌ای بوده باشه که مردم در دو منطقه به اون اشتغال داشتن. این نامگذاری های دوره هایی هستش که در واقع ما از سیر اسطوره‌ای اون میان و میرسیم به یک دوره های تاریخی. در یک دوره زمانی که مذهب رو میبینیم که داره شکل خشکتری از خودش نشون میده، در واقع آمیخته میشه به خیلی از آیین ها، رسوم ها و نام هایی رو به وجود میاره اون مذهب که حاله ای از تقدس دور خودش داره و افراد میان و اونها رو روی فرزندانشون میذارن. از طرف دیگه در همون زمان پا به پای مذاهب خرافات هم رشد میکنه. یعنی شما میتونید در بین خانواده هایی که از مذهب آگاهی زیادی ندارم ولی خرافات در اونها رشد کرده، با نامگذاری هایی رو ببینید که در اونها مثلا به خاطر، برای نمونه حتی میتونیم امروز در تاجیکستان هم اونو شاهد باشیم که نام فرزند رو مثلا تبر، یک نامی رو میذارن به این دلیل که فکر میکنن که جن میومده و بچه رو با خودش میبرده، حالا به خاطر بیماری ها و مریضی ها بوده، پس میومدن این رو میگذاشتن تا فرزند رو نجات بدن. در این دوره ها ما میبینیم که در دوره های تاریخی خب برخی اوقات این مذهب های ایرانی بوده، پس نامگذاری ها میشده نام های ایرانی، نام هایی که کمی آشناتر با هویت ایرانی ما بوده. در برخی زمان ها خب مسلما زمانی که دین اسلام میاد، این دین ها باعث میشن تا نام های جدیدی که زاییده دین جدید هست با اونها وارد بشه.
نام‌هایی که میتونه به مکان داده بشه، نام‌هایی که میتونه به افراد داده بشه، و به واسطه اون در واقع هویت سازی ها رنگ دیگه ای به خودشون میگیره. حالا اگر از این دوره تاریخیش بخوام بیام بیرون، اگر ما امروز روزمون رو در واقع نگاه بکنیم، ما میبینیم که خیلی زیرکانه اگر بخوام نگاه بکنیم، شاید چیزی که همه ایرانی ها، لااقل من میبینم خیلی از دوستان من نسبت به این موضوع واکنش نشون داده بودن، در خیلی از فیلم هایی که ما میدیدیم ساخته میشه در ایران، همیشه روی نامگذاری ها به شکل ناخودآگاه دقت هایی میشد، یعنی نام هایی رو که به افراد میدادن، افراد در واقع خودآگاه، بله در واقع میخواستن رو ضمیر ناخودآگاه افراد کار بکنن، دقیقا به صورت خودآگاه نام های شخصیت های بد رو نام های ایرانی انتخاب میکردن، نام های اصیل و شناخته شده ایرانی، آن انسان های ضعیف، بی اراده، اغلب دوز یا انسان های بد نام های ایرانی داشتن، و نام هایی رو که افراد خوب، افراد مهربان، افراد فداکار با گذشت و منجی داشتن، نام هایی میشدن که نام های اسلامی تر بودن. خب پس در واقع ناخودآگاه روی خودآگاهانه روی ناخودآگاه افراد کار میکردن که افراد خوب داره چنین شخصیتی هستن. حالا میخواین آرتمیس جان شما ادامه بحث رو در این زمینه امروزش رو داشته باشین، من بعدا مثال زیادی رو براتون میگم. خیلی سپاسگزارم. یک نکته بسیار بسیار مهمی که وجود داره و شاید کمتر مردم بهش توجه نشون میدن اینه که نام هویت. چرا هویت؟ برای اینکه شما هنگامی که یک نام چینی رو به نام خودتون هست، یک نام چینی رو شما وقتی میشنوید هیچ وقت نمیگید این فرد حتما آمریکایی است، میگین خب این آسیایی است. حالا اگرم دقیقاً کشورشون نتونیم بگیم، میگین حالا یا چینیه یا کره‌ایه یا تایوانیه یا هنگ کنگیه، ولی این نام آسیایی. هنگامی که شما یه نام روسی میشنوین، مثلا میگین که مثلا نام خانوادگی فرض کنین واسیلیوویچ، خب شما متوجه میشین، یا مثلا الیوف، مثلا شما متوجه میشین اینا مال نواحیه یا روسیه است یا مثلا لهستانه یا اروپای شرقی به هر حال یا جمهوری های جدا شده از روسیه، و اینها نشون دهنده اینه، همون گونه که شما نامهای عربی رو که بشنوین در هر جای جهان، حتی وقتی که طرف متولد یک کشور غربی است، ولی مستقیما مردم میفهمن و میگن که خب این عربه، اگرم عرب نیست عرب تباره. بنابراین نامها هویت‌های ما رو با خودشون یدک میکشن و این مسئله بسیار بسیار مهمه برای کشورهایی که مورد تهاجم هویتی و فرهنگی کشورهای دیگه قرار میگیرن. هنگامی که ایران پس از اسلام مورد تازش قرار میگیره، پس از اسلام آغاز میکنن به مسلمون کردن ایرانیان، البته خورد خورد آهسته آهسته، و خب ما میدونیم اینا همه تاریخ میدونن و همه جام ثبت شده که ما یک روزه مسلمان نشدیم. ایران گستره بسیار بزرگی داشت و همچنان که حمله ها به درون ایران وارد می شدن و آهسته آهسته قسمت های مختلف رو که می گرفتن و نبرد های خونین و کشت و کشتار های وسیع انجام گرفت، به مرور یک عده‌ای با زور شمشیر، یک عده‌ای برای فرار از جزیه ها و به اصطلاح خراج های کمرشکنی که باید خانواده های غیر مسلمان پرداخت می کردن به مسلمین غالب بر ایران، به مرور افراد مسلمون شدن و هنگامی که مسلمون می شدن وادار می شدن به تغییر نام. یعنی این یک چیز اجباری بود، شما موقعی که می خواستین شهادتین بگین نمی تونست اسمتون مثلا فریدون بمونه، نمی تونست اسمتون گشتاسب بمونه، و وادار کردن به مردم رو به تغییر نام، به حسن و حسین و محمد و نام های دیگه عربی. به مرور که این سیطره گسترش پیدا کرد در چند سده، همینطور ایران اولم که میدونی شهرهای بزرگتر مسلمان خوب میشدن، روستاهای ایران، و چون مردم ایران 70-80% روستایی در اون موقع بودن، قسمتهای بسیار بزرگی از ایران از حمله عرب هنوز دست نخورده مونده بود و نامهای ایرانی و فرهنگ ایرانی در اونجاها حفظ شده بود، تا اینکه به مرور به نواحی دور افتاده تر هم مسلمانان رسیدن و این تغییر نامها آهسته آهسته انجام شد. و بعد از اون ما متاسفانه فرایندی دیدیم تحت عنوان نام هایی که حتی در خود عربستان نبود، ولی برای تحقیر
یا برای کوچک کردن یا برای از بین بردن هویت ایرانی سلطه دادن در ایران. شما در خود اعراب نمیبینید اسم کسی باشه کلب به معنی سگ، ولی در ایران میدیدین میومدن اسمی رو میذاشتن به نام کلب علی، سگ علی، و یا غلام. غلام چیزیست که شما هرگز در عربستان نمیبینید نام کسی باشه. غلام یعنی برده، یعنی کسی که به اصطلاح نوکر یک خانواده ای میشد و هیچ هزینه هم بهش پرداخت نمیشد. نوعی بردهداری بود که در عربستان وجود داشت و مردم نام فرزندان خودشون غلام نمیذاشتن. ولی هنگامی که این حمله به ایران انجام شد و ایران تحت سیطره اعراب قرار گرفت، نامهای بسیار بسیار زشتی مانند نوکر و سگ و نمیدونم، واقعا در نهایت از بین بردن شخصیت ایران و ایرانی، این نام ها اومد و گذاشته شد روی فرزندان. و خب یک عده‌ای که از ایرانیان اصلا عربی نمیدونستن، اول اصلا معنی این نام ها رو حتی نمیدونستن، و به مرور چون این نام ها گذاشته شد و عادی شد برای مردم و شنیده شد و در سر تکرار به صورت هبیتوال یا عادتی روی فرزندان نسل های بعد هم ماند و گذاشته شد و رسید به امروز، روزی که به من و شما و به خیلی از خانواده ها میبینید که نام های بسیار بسیار ناخوشایند عربی رو یدک میکشن و حتی روی فرزندانشون میذارن. این اتفاق در حمله مغول هام به ایران اتفاق افتاد. مغول هایی که زدن و ما رو کشتن و فرزندانمون همه رو از دم تیغ گذروندن، متاسفانه میبینید که نام روی یکی فرزنداشون میذارن تیمور، نام میذاشتن چنگیز و خیلی از نام های دیگه مغولی. و حتی فامیل ها، یعنی شما فامیل گورکانی میبینید که شده گرکانی، فامیل ایرخانی میبینید که حتی همین امروز روز هست، یعنی دهاتی هست به نام ایرخان و افرادی که در اونجا بودن از بازمانده های مخلوط شده مغول ایرانی و نام فامیلیشون امروز روز هست ایرخانی یا چنگیزی. و چقدر جای تأسف داره که ما ایرانی ها با چند هزار سال تاریخ سربلند، با چند هزار سال آقایی کردن در جهان، ما ملتی که هرگز نه برده بودیم و نه بردهداری در تاریخمون کردیم، متاسفانه از ناآگاهی صرف یک قسمتش در تازش بودیم و پس از اون تازش ما در ناآگاهی مطلق و از دست دادن تمام تاریخ پیشین و یادآوری نکردن و زنده نکردن تاریخ پیشین از حافظه ملی ما پاک شد و نامهای بسیار زشت عربی، مغولی و ترکی و نامهای این چنینی روی ما و فرزندانمان باقی موند، حتی روی نامهای خانوادگیمون. علت این که من میگم نام هویت یک ملت رو میسازه و اهمیت داره در دوره کنونی که ما در حال بازیابی هویت ایرانی هستیم، نامهای ایرانی برگزینیم یا نامهای عربی یا غیر ایرانی، اونها رو ممکن عربی باشه، ترکی باشه، مغولی باشه، روی ما هست این نامها رو پاک کنیم و مجددا نامهای ایرانی بذاریم، نامهای خانوادگی ایرانی بذاریم و عناصر غیر ایرانی رو ازشون برگردونیم و بیرون کنیم. به خاطر اینه که ما میخوایم دوباره ایرانی بشیم، یعنی من و شمای ایرانی با نامهای بسیار زیبا و خوشاهنگ و شیرین ایرانی نامیده بشیم و هر جای جهان که ما میریم ناممونو که میگن بفهمن که ما ایرانی هستیم، همون گونه که نام عربو که میگن میفهمن که اینا عرب هستن، یا نام آسیایی ها رو که میگن. شما اگه یک جایی بریم فامیل میاموتو بشنوین، سوزوکی بشنوین، نمیدونم یوموری بشنوین، متوجه میشین، ماتسوموتو بشنوین، متوجه میشین ژاپنی هست. شما هیچ وقت یک ایرانی رو با فامیل ماتسوموتو جایی نمیبینید. و اگر که ما هم اون نامهای ایرانیمون برگرده، از هویت ایرانیمون دوباره در واقع به ما برمیگرده. آیا شما موافقین خانم دکتر بقایی در این باره؟ آرتمیس جان، الان که داشتین حرف میزدین به یه نکته جالب فکر میکردم، اون همین که ما نه تنها در نامها، در نامگذاری های افراد یا اشخاص یا هر چیز خاص، بلکه در خیلی از واژگان خودمون ناخودآگاه داریم از واژگانی استفاده میکنیم که معناهای منفی دارن. شما فکر میکنیم که واژه غذا که ما هر روزم داریم میگیم، روزی سه بار دست کم داریم میگیم ما میگیم غذا میخوریم، به معنی ادرار شطور بوده.
و ما هر روز داریم این واژه رو به کار میبریم و خیلی هم راحت جا افتاده، در حالی که وقتی که ما خودمون واژه خوراک رو داشتیم میتونیم خیلی راحت تلاش بکنیم که اینجور واژگان رو جایگذاری بکنیم. یکی از کارهایی که ما میبینیم که هر حتی در دوران جدید وقتی که یک شاه جدید میاد، یک رئیس جمهور جدید میاد، یا رئیس جمهوری که میخواد رئیس جمهور قبلی رو در واقع نامش رو بد نشون بده، اغلب دست به نامگذاری خیلی جاها میزنه، خیلی نامها رو عوض میکنه. یکی از کارهایی که آقای امام‌علی رحمان در تاجیکستان خیلی علاقمند هستن بهشون همین هستش، یعنی میان و نامهای سنتی مکانها رو عوض میکنه و معمولا یا نامهای رو میذارن که در اونها یا نام آریا باشه یا نام مهر باشه، که در واقع نامگذاری های جدیدی رو برای اونها انجام بده که هم به نام خودشون ثبت بشه و هم در واقع اون مکان رو یک هویت جدیدی بهش میده. این چیزی هم که ما میگیم هویت رو میسازه، چیزیه که خب نمیتونیم به من و شما یا به جنبش و نوزایی نسبت بدیم و بگیم خب چون ما پیروه یک نوع طرز فکر هستیم این عقل در داریم. این از دوران قدیم هم بوده، یعنی ما متونی رو داریم که در اونها بسته به نام روزها میومدن و میگفتن این روز این کار بهتره، این چون در گذشته شما میدونین که هر روزی یک نامی رو داشته و به واسطه اون کاری در اون خوب بوده یا بد بوده، در واقع حتی روزهای ما هویت داشتن. یکی از مطالبی که در تاریخ بلعمی اومده و نشون دهنده تاریخ چنین نگرشی هستش، اشاره میکنه به یک داستانی که در اون در زمان جنگ، در یکی از جنگ هایی که خسرو پرویز با عرب میکنه، سردار سپاه عرب فردی بوده به نام هانی که معنای نامش میشده بنشین، و خسرو پرویز بر اساس اون نام فردی رو میفرسته به نام هامرز که به معنای نامش میشده برخیز، به این امید که این نام بتونه پیروزگر باشه در این نبردی که داره بین اونها انجام میشه. و سرنوشت این نبرد من کاری ندارم، ولی که نشون میده که چنین مواردی وجود داشته و چنین نگرش هایی بوده و در واقع به اونها شخصیت میدادن. خیلی اوقات ما میبینیم که لقبهایی رو میدادن به شاهان، هنوز هم ما داریم همین کار رو میکنیم، که اون لقب رو در واقع بیشتر از نام به کار میبرن به خاطر اینکه در واقع هویت جدیدی رو برای یک فرد ایجاد بکنن. پس بیشک با گفته شما کاملا موافقم که ما باید دست به هویت سازی ایرانی بزنیم. خب من مطمئنا نمیگم امروز همه ما بیایم و نامهایی رو که برای نمونه مادر بزرگای ما داشتن نامشون رو عوض بکنیم و بیایم، خب اون هم یک دوره تاریخ ما بوده که ما نمیتونیم اونو انکار بکنیم، در واقع یک دوره فرهنگی بوده که پشت سر گذاشتیم و برای نمونه ما افرادی رو داریم که نامشون رو هم عوض نکردن ولی زرتشتی های خوبی هستن. علی اکبر جعفری یکی از در واقع پیشروان دین زرتشت به شما میان. در نتیجه ما میتونیم کاری رو که انجام بدیم برای این حرف رو میذارم که مربوط به نسل آینده خودمونه، نسلی که قرار هویت جدیدی رو بسازه و به جهان نشون بده. ما همونجور که مثالایی هم که زدین، ما خب من مثال از تاجیکستان بیشتر میزنم به خاطر اینکه در مورد مسائل فرهنگی اونجا فکر کنم دوستان علاقمندی بیشتری داشته باشن، اگر چون مسائل ایران رو شاید هم شما بهتر میدونید هم خود دوستان، که مجبور شدن تا نامهای اوف و ویچ رو در واقع از پایان نامشون بردارن، یعنی مثلا رحمانوف میشه رحمانی یا رحمانزاده. و مطمئنه شاید در آغاز همه ما میخندیدیم یا خودشون خیلی براشون
در واقع راحت نبود پذیرفتن چنین چیزی. ولی خیلی جالبه که برای افراد بعدی و بعد از یک مدت طولانی خیلی راحت جا افتاد. یعنی اونها مثل اینکه این رو خیلی راحت تر از زمانی که اون لقب‌های اوف و ویج و اینها به اونها داده شده بود پذیرفتن و تونستن، چون با خونشون آشناست، پذیرفتن. و امروز خیلی می‌بینیم که نام‌ها داره ایرانی میشه، فارسی میشه و این خیلی هم نشونه خوبی هستش. درسته، این نکته خیلی اهمیت داره که هنگامی که ما داریم صحبت میکنیم راجع به تغییر نام، تغییر نام فقط یک تغییر نام نیست. گفتیم یک قسمتش هویته، یک قسمت دیگرش که هم ما ایرانی ها همیشه بهش باور داشتیم و هم تقریبا میشه گفت تمام مردم مشرق زمین از خاور دور تا ایران و هند، همین اینهایی که این ناحیه شرق رو در نظر میگیرن در بر میگیرن تا ایران که به اصطلاح منتها علیه شرق محسوب میشده، همه ما مفهوم نام رو مؤثر در کرکتر و شخصیت یک فرد میدونستیم. علتش چیه؟ علتش اینه که هنگامی که ما در مورد یک مفهوم صحبت میکنیم و هنگامی که ما فرد رو به یک نام خاص مینامیم که یک مفهومی داره، این مفهوم در به اصطلاح ناخودآگاه اون فرد تأثیر میذاره و اون فرد رو ترغیب میکنه که اون بشه. هنگامی که شما برمیدارین مثلا فرض کنید واژه دلاور یا راد رو بر روی کسی میذارید، این در واقع یک سنگ بنایی میشه برای تغییر شخصیت اون فرد به سوی رادی و رادمنشی و رادمردی. همین حالت در تمام آسیا وجود داشته. یعنی ژاپنی ها هنگامی که اسم میذارن روی فرزندانشون، نگاه که میکنید واژه های کنجی رو میذارن. کنجی واژه های مفهومیه در زبان ژاپنی، برای خودش هم حتی یک خط داره و یک مدل نگارش خاص خودش رو داره. نام های ژاپنی که از کنجی انتخاب میشه تمامش مفهوم داره. مثلا میان میذارن فرندلی، یه نامی مثلا میذارن در ژاپن که به نام دوستانه معنی میده، یک نامی رو میذارن رو کسی که مفهومش میشه فوق‌العاده، یک نامی رو کسی میذارن که مفهومش میشه با شهامت. و برای دخترها واژه‌های بسیار زیبا رو میذارن، مثلا ستاره، شکوفه، مثلا گیلاس، نمیدونم دانه زیبای برف، مثلا نمیدونم شقایق روی مثلا نمیدونم کوه فلانجا که یک نام داره اون شقایق، مثلا یا اون گل یا اون گیاه یا اون مثلا آب روان در فلانجا، رودخانه ای که هست، درخت زیبایی که هست. این نام ها رو روی زنان میذارن که لطافت و زیبایی و در واقع اون حالت زنانگی رو به یک زن تلقین بکنن که تو مثلا زیبایی مثل یک گل یا مثلا شکوفایی یا بالنده یا مثلا این ویژگی های خوب زنانه رو بهت نسبت میدیم. برای مردانشون هم همین کار رو میکنن، واژه هایی که مفاهیم نیرومندی، دلاوری، اخلاق گرایی، خوب بودن، برتر بودن، هوشمند بودن رو به افراد تلقین بکنه. نام های ایرانی همواره چنین حالتی داشته، مضافاً بر این که ما ایرانیان ملت شعر و چامه بودیم و زبانمون آهنگین بود، برای همین شما میبینید گاتها به شعر و سرود مانند هست و همه آنچه که در ایرانیان در ذهن ایرانیان میمون شعرگونه و آهنگین بود. برای همین شما میبینید که تاریخ ما از طریق شاهنامه بهتر به ما منتقل شد که شعرگونه شد تا زمانی که خدای‌نامه های نوشتاری بود. حالا این حالت در نام‌های ما بسیار زیاد دیده می‌شد و قسمت‌های از ایران که کمتر دست خوردمون و دیرتر مسلمان شد هنوز هم نام‌ها آهنگینه. شما وقتی به شمال کشور میرین نمیگن بیشه سیاه، میگن سیاه بیشه، نمیگن کنار دریا، میگن دریا کنار. یعنی همه رو یه حالت آهنگین و این حالت روی نام‌های بسیار زیبای شمالی هم هنوز باقی مونده. همین گونه است نام‌هایی که در کردستان ما باقی مونده و در لرستان لرها نام‌هایی رو که میذارن یا بختیاری‌ها می‌بینید که میذارن، نام‌ها بسیار بسیار آهنگین و زیبا هستن. بنابراین ما همزمان با این که یک نام برای یک فرد انتخاب می‌کنیم، یک کاراکتر هم داریم براش می‌سازیم
و این روی روان اون فرد به طور ناخودآگاه اثر خواهد گذاشت. و فکر کنید چقدر زشته که ما نامی رو داریم روی فرزندمون میذاریم به نام عباس، یعنی اخمو. شاید شما باورتون نشه شما توی خود کشورهای عربی چنین نام زشتی رو کسی نمیذاره رو بچهش بذاره، مثلا اخمو یا بداخلاق مثلا یا نمیدونم امثال اینها، ولی ما این کار رو میکنیم کاملا با نادانی مطلق و ناآگاهی مطلق، و خیلی هم خوشحالیم، خیلی هم خوشحالیم اکثر اوقات از این نامگذاری ها. و این خیلی خیلی جالبه. من یک آماری هم از اداره ثبت احوال خدمتون بگم. در 3 سال پیش آمار تغییر نام در ایران 50,000 تا نام در 1 سال بود. از 2 سال پیش که من خبر دارم این آمار شده بود 150,000 نفر، یعنی 3 برابر در 1 سال. از 3 سال پیش تا 2 سال پیش که من آمارش رو داشتم، در 1 سال 3 برابر مردم مراجعه کردن به ثبت احوال برای تغییر نام به نامهای ایرانی. من نام اینو میذارم بیداری ملی یا بازیابی هویت ایرانی. برای چی؟ برای که مردم آگاه شدن که ما دلمون میخواد ایرانی باشیم، دلمون هم میخواد با نام ایرانی ما رو صدا کنن. و جالب هست که دقیقا حکومت متاسفانه ایران، از اونجایی که میدونیم تمامش در حال تبلیغات اسلامی و خالی کردن مردم از هر اون چیزی که ایرانی و ایران رو زنده میکرده انجام شده در این 40 سال، متاسفانه جلوی تغییر نامها رو به شدت شروع کردن به گرفتن، به خصوص تغییر نامهای مذهبی رو کاملا جلوش رو گرفتن. یعنی شما اگه اسمتون محمد باشه به اسم دوال بگیم من محمد رو میخوام حتی بکنم دانیال، نمیتونه. حتی با اینکه نام یک پیامبره میگن نه، شما فقط در صورتی میتونید نامهای ائمه و به اصطلاح خانواده مذهبیان امام ها و اینا رو عوض بکنید که تغییر بدید به نام مذهبی پرطرفدارتر، و نمیتونید به یه نام مذهبی حتی کم طرفدارتر هم تغییرش بدید. و این اولین سنگی بود که جلو پای مردم انداختن برای اینکه نذارن مثلا محمد و علی و فاطمه و زهرا عوض بشه به نام های ایرانی. اما من یه نکته رو بهتون بگم، نام های عربی غیر مذهبی رو شما همین فردا میتونید برید ثبت احوال و عوض کنید. ما خیلی همون نام های عربی داریم که حتی نمیدونیم عربیه. خیلی از ما ممکنه مثلا اسممون باشه سعید، سعیده، حمید، حمیده، وحیده، وحید، یا حتی نام های باشه مثل مثلا ریحان که ما نیازی نیست که همچین نام عربی رومون باشه. حتی خیلی ها نمیدونن سحر نام ایرانی نیست، سحر واژه عربی است. ولی خیلی از ما نام‌های عربی داریم که اصلا نمی‌دونیم که اینها حتی عربی هم، یا شاید اصلا فکر می‌کنیم که خیلی هم عادی هم باید رومون باشه این نام‌ها. ولی اینها رو خیلی از ما میتونیم عوض کنیم. مجید مثلا شما میتونید فردا برید نامتو عوض بکنید. ممکنه الان نام مذهبی یا بستا ائمه اطهار و این حرفا رو نگذارن که شما عوض بکنید، ولی خیلی از نام‌های عربی که رو ما هست رو میتونیم بریم عوض کنیم، یا حتی خیلی از نام‌های خانوادگی عربیمون رو بریم عوض بکنیم و نام‌های خانوادگی ایرانی انتخاب بکنیم. یکی از چیزهای دیگه که باز من دیدم در ثبت احوال گذاشتم برای سنگ بزرگی که جلو پای کسانی باشه که میخوان نام عوض بکنم، من میدونم که از بس که طرفداری از تغییر نام زیاد بوده در ایران و مردم تمایل داشتن تغییر نام، میدونم که تغییر نام کوچک رو 2 برابر تغییر نام خانوادگی، یعنی شما اگه این فامیلیتون رو عوض بکنید نصف اون مبلغ رو باید بپردازید. حالا دقیقا نمیدونم، میدونید که هر روز قیمت ها عوض میشه در هیجان، قیمت خاصی من الان بهتون ارائه نمیدم، ولی میدونم که نام خانوادگی نصف تغییر نام از شما پول میگیرن برای عوض کردن. حالا اگر که خانم دکتر بقایی دوست دارین چیزی به این جستار من اضافه بکنین، خواهش میکنم اینجا نکته اگه هستش خواهش میکنم بفرمایید. یک مطلبی که به نظرم قابل توجه هستش، نامگذاری هایی که حتی ما در شاهنامه میبینیم. خیلی جالبه که ما شخصیت اصلی شاهنامه یعنی رستم بی دلیل به این نام خوانده نشده، یعنی حتی حکیم سخنوری چون فردوسی وقتی که میخواست نام های قهرمان های خودش رو انتخاب بکنه
فکر کرده. کسی که قرار هسته ایرانی و فرهنگ ایرانی رو در شاهنامه باقی بذاره، کسی که قرار تخم نژاد ایرانی رو برویانه، کسی است که به نام رستم، یعنی تخم رستمی نامگذاری میشه، و یا تهمینه به همین شکل. و برای همینه که از این دوست که ما میبینیم داستان ادامه پیدا میکنه، یا زال بی دلیل با موی سفید دنیا نیومده، زال یا زر یا زروان یا زرد، تمام اینها هم ریشه هستن و به معنی زمان بیکرانه، دقیقاً به معنای عمر درازی که تاریخ و فرهنگ ایرانی داره که داره هی در واقع مثل سیمور به خاکستر می نشینه، ولی دوباره از خاکستر خودش زاییده میشه و مثل یک سیمور دوباره قد علم میکنه و پروبال میگسترانه. برای همین هم هست که الیکا جان زال هرگز در شاهنامه سرنوشتش معلوم نمیشه، یعنی زال پیر به دنیا میاد انگار، یعنی ایرانی که تاریخ بزرگی پشت سرش بوده، و چون تعیین سرنوشت نمیشه، چون تمام شخصیت‌های شاهنامه تعیین سرنوشت میشن، مثلا یکی میمیره، یکی کشته میشه، یکی هر کدوم به یک سرنوشتی سرنوشتشون رو نشون میده که چی شد عاقبتشون، ولی زال تنها کاراکتری است در شاهنامه، شخصیتی است که پایانش رو نمیبینه کسی و اصلا در بین داستان گم میشه و نشون میده که ایران پایانی نداره. این خیلی جالب بود، نکته بسیار جالبی بود که اشاره کردیم. و فکر کنین که من در یکی از کلاس‌های درس خودم با دانشجویان داشتم در مورد همین ریشه شناسی صحبت می‌کردم، یکی از دانشجویانی که خب مقید به دین اسلام بیش از اندازه بودن، در پاسخ یکی دیگه از شاگردانم که اون هم مذهبی بود، ولی بعد از این ریشه شناسی گفت من میخوام اگر فرزندی داشته باشم نامش رو رستم بگذارم، و برداشت گفت نمیدونی که نامهای غیر از نام پیامبران در بهش بروشون بسته میشه. خیلی جالبه که با چنین گفتگوها و چنین طرز فکرهایی چطور دارن مانع هویت سازی ما میشن، مانع رشد فرهنگی ما میشن، و چنین باورهای کودکانه ای رو در واقع جا میندازن تا سنگ جلوی پای ما بشن. ولی دریغ و افسوس چنین چیزی امکان نداره. همونطور که گفتین هر روز داره این دقت به این نامگذاری ها، این نام های پارسی و ایرانی بیشتر میشه. فقط یک نکته ای رو من خیلی دوست دارم که دوستان در نظر داشته باشن، این که ما هنوز نام های فارسی و اصیل رو، نام های شاهنامه، نام هایی که در دیوان حافظ میبینیم که فارسی هستن و اصیل، نام هایی رو که در فرهنگ ایرانی میشناسیم و میتونیم به فرزندانمون بگذاریم، هنوز خیلی جا نیفتاده. برای چی؟ خیلی از دوستان برای اینکه خب خیلی از اونها نگاه به غرب دارن، یا نگاه به این دارن که خب برای غرب آسان تر باشه گفتن این نام ها، اسمهایی رو میذارن که برای یک غربی تلفظ اونها راحت تر باشه. گاهی اوقات حتی این نام ها نام های اوستایی است، ولی خب وقتی ما امروز معنای اون نام رو ندونیم و نتونه کمکی به فرهنگ ایرانی بکنه، شما نام اوستایی رو ببینید امروز در فارسی چی شده، آیا معادلی داره که بتونیم به فارسی سره، به فارسی دری اون رو برگردونیم و بعد روی فرزندانمون بزنیم؟ اگر یک نامی رو میذاریم ولی اون نام نتونه کمکی به گسترش فرهنگ ما بکنه، اون نام بیشک اون نام گذاری بیفایده خواهد بود. و اینکه ما یک نام خیلی سخت یا مثل خارجی بیان داشته باشیم، نه هویتی به اون فرزند میده و نه برای غربی شایسته است. ما حتی وقتی که من میبینم که حتی وقتی شما در بین دو کشور انگلیسی زبان، مثلا آمریکا و انگلیس، وقتی که مردم این دو کشور به همدیگه سفر میکنن، اگر لهجه شما عوض بشه اونها با نگاه پستی به شما نگاه میکنن. یعنی اگر یک آمریکایی در کشور مثلا در بریتانیا با لهجه انگلیسی تلاش کنه حرف بزنه، همه نگاه پستی به اون دارن، یا برعکس.
یک انگلیسی اگر تلاش کنه آمریکایی حرف بزنه. خب چطوریه که ما میایم و خودمون رو به عنوان یک مهاجر حتی بگیم که در کشور غربی زندگی میکنیم و میان و نامهایی رو میذاریم که فقط خوشاینده به یک غربی باشه؟ چنین چیزی امکان نداره و نشده نیست. پس بهتره که این دقت رو داشته باشیم و من فکر میکنم که همه گفتنی ها رو گفتم. خواهش میکنم. من یه نکته جالبی الان در مورد همین نام ها گفتی که ایرانی ها خیلی اوقات نمیدونن. من البته خب مادر خود من باستانشناس هست و بود و هست کلن و اسم من و خواهرم هر دو رو ایرانی گذاشت، ولی برای من جالبه که من موقعی که کودک بودم و در مدرسه کودکستان و مدرسه اینا هر جایی که بودم، ایرانی ها در تلفظ نام من، نام فارسی من، ایراد داشتم و اشکال داشتم و براشون سخت بود. و جالب بود که من موقعی که به خارج از کشور مهاجرت کردم، همه نام منو مثل آب خوردن در این بره آب صدا می کردن و بدون هیچ مشکلی هم صدا می کردن و خیلی هم راحت یاد می گرفتن. می خوام اینو بهتون بگم که برخی از اوقات ما این تصور ذهنی خودمونه که فکر می کنیم که الان من نامم و اینا نمی تونن تلفظ بکنن. و خیلی از ایرانی ها من میبینم در بیرون از کشور میان، اصلا مشکلی هم نامشون نداره، اصلا مشکلی نامشون نداره، بی خود و بی جد نامشون رو تبدیل میکنن به نام غربی. مثلا کسی اسمش هست بابک، میکنه باب، یا مثلا نمیدونم کسی اسمش هست مثلا شاهین، میکنه شان، در حالی که اینها میتونن تلفظ کنن. به هنگامی که نامتو دو بار سه بار براشون بگی و تأکید بکنی که من نامم اینه و من میخوام که شما نام منو این تلفظ بکنید، مردم بعد از دو بار سه بار حتی سخت در این نامی که تا به حال به گوششون نخورده رو براتون مثل آب خوردن تلفظ میکنن. دلیلی نداره که شما چون که حالا به یک جای دیگه مهاجرت میکنید و این نام اونا نشنیدن تا حالا، شما باید بیای تغییر هویت بدی، شما تغییر نام بدی و نامتو بی خود و بی جد به یه چیز دیگه بی‌معنی تبدیل بکنی که اصلا اون شما نیستی، مادر پدر شما با اون انگیزه اون نام رو شما نذاشتن و خب خودتو عوض بخوای بکنی که چه اتفاقی بیفته؟ هیچی. برای اینا که اصلا مهم نیست. شما هنگامی که نام اصلیت هم بگی، دو بار که تکرار کردن، بار سوم همشون یاد میگیرن نام شما رو دوباره درست تلفظ میکنن. ولی این اعتماد به نفس کم ملی بعضی از افراد رو نشون میده که فکر میکنن که من بنزه کافی خوب نیستم، یا نام من بنزه کافی خوب نیست، یا حالا چون اینا نتونستم بار اول که من یه نام مثلا مهجوری حالا برای اینا بوده گفتم و تکرار بکنم، پس من مورد دارم، من مشکل دارم، من باید برم خودم رو عوض بکنم. در حالی که همچین چیزی نیست و اکثر اوقات شما میبینید، باورتون شما نمیشه، مردم از قبایل آفریقایی میان، نامهایی که 12 بار من خودم باید تکرار بکنم، از بس قلمبه سلمبه و طولانیه، آراگون بار آرابوندا، مثلا یه همچین نامی طرف داره، من باید 4 بار 5 بار خودم تکرار بکنم که اصلا بنویسم که بتونم ببینمش اصلا این چی هست که بعد بتونم تلفظش بکنم. ولی با کمال اعتماد به نفس آفریقایی ها میان در آمریکا با نامهای بسیار عجیب و غریب خودشون در همه جا حاضر میشن، آرابون بار آراگون بار میگن و مردم هم مجبور میشن همونا رو تکرار بکنن و میگن، به خاطر اینکه افراد حقوق خودشون رو میشناسن و میدونن که من اگه یک نامی دارم حق دارم اونو نگه دارم، بقیه هم باید یاد بگیرن اونو تکرار بکنن. و ولی متاسفانه اینم باز یک کمکاری بسیار بزرگی است که من میبینم در ایرانیا، همین که پاشونو میذارن از کشور بیرون، نامهای بسیار زیبای ایرانیمون رو عوض میکنیم و اینم یکی از دلایلی است که ما هویتمون در جهان شناخته نمیشه، برای اینکه ناممون رو کسی نمیفهمه که ایرانیه و این نام رو ما چون عوض میکنیم به صورت اونا در بیاریم، در نتیجه اصلا هیچ وقت مردم ایرانی ها رو در جای میبینن اصلا متوجه نمیشن از نام و نام خانوادگی ما که ما ایرانی هستیم. خیلی خب، این بحث خیلی خیلی جالب بود. فقط به عنوان آخرین نکته که تو این جستار من اضافه بکنم و برنامه رو بتونیم ببندیم، اینه که نام ها فقط نام افراد نیستش که باید عوض بشه. اگه ما میخوایم هویت ملی ما برگرده به هویت ایرانی، شما باید راه برید تو کوچه خیابون‌های ایران، نگاه کنید به تابلوی سردر خیابون‌ها و کوچه‌ها و ببینید چند درصد از اینا نام‌های عربی است، چند درصد کاراکترهای غیر ایرانی، شخصیت‌های غیر ایرانی، قهرمانان فلسطین و لبنان و نمیدونم سوریه نامشون روی کوچه و خیابون‌های ایرانه، یا نام‌های عربی و نام‌های غیر ایرانی، نام‌های قاتلین پدر و مادرها و نیاکان ما
بر روی کوچه و خیابون هاست و با چه افتخاری هم اینا رو بردیم بالای دیوارها زدیم و بالای اتوبان‌ها زدیم و متاسفانه عصبیت ایرانی تخلیه کردیم کشور رو. خیلی ازتون سپاسگزارم خانم دکتر بقایی برای اینکه در این جستار بسیار جالب با من همراه بودیم و گفتگوی خیلی خوبی داشتیم و امیدوارم در برنامه های آینده باز شما رو داشته باشیم. سپاس از شما. منم خیلی خوشحال شدم که در این گفتگو با شما بودم و تمام استفاده کردم. امیدوارم دوستان استفاده کرده باشن. به درود میگم همه دوستان. خدا نگهدار تا برنامه آینده.